همراه هستیم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. آقای غیبی، نوسانات قیمت ارز شاهد هستیم که در ایران، در عراق، این دو کشور رو به هم به نوعی متصل کرده. از واکنش ها بیشتر از شما بشنویم، از مقامات داخلی ایران در این رابطه چه چیزهایی میگن و چطور میخوان اصلا این مشکل رو حل کنن؟ بله، خب برای حل این مشکل همون بحث امنیتی کردن فضا و گفتار درمانی رو در داخل پیش روی گرفتن. عراق هم یکی از بدشانسی‌هاش اینه که همسایه جمهوری اسلامی است، در چنین شرایطی متأثر از سیاست‌های جمهوری اسلامی اون هم به تلاطم کشیده میشه. ولی به طور کلی اگر بخوایم مرور کنیم که ببینیم مقامات ایرانی چه گفتن، اعضای اتاق بازرگانی عمدتاً اظهار نگرانی کردن، هرچند با احتیاط صحبت میکنن و میخوان که یک نوعی هم بگویند تأثیرپذیر از هم نیست، ولی دارن تایید میکنن که اقتصاد ایران تأثیرپذیر خواهد بود. این تأثیرپذیری از دو قسمت به اقتصاد ایران ضربه وارد میکنه. یک، اون مبادلات رسمی و تجارت ایران با عراق رو تحت شعاع قرار میده. دومی هم همین بحث قاچاق دلار به ایران هست که پلیس ضد تروریست عراق مأمور برخورد با قاچاق و تعطیل کردن حتی صرافی‌ها شده و اینکه این پلیس انتخاب شده اون هم یک احتمالاً پیامی داره. اون شلوغی هایی هم که در عراق اتفاق افتاده، خب زمزمه هایی هم به گوش میرسه که نیروهای نیابتی ایران هستن که ایران داره اونها رو تحت فشار قرار میده برای اعتراض در عراق، که شاید یک فضای مجدداً باز شه برای تبادلات دلار و قاچاق دلار بین ایران و عراق. آقای غیبی، تو بازار ارز ایران چه اتفاقایی تو جریانه؟ قیمت هی نوسان داره، بالا میره، پایین میاد، اما چقدر بانک مرکزی تونسته قیمت ها رو با این سیاست هایی که فعلا در پیش گرفته مدیریت بکنه؟ به هیچ عنوان نتونسته. این که دامنه نوسان به این زیادی هست، خود همین نشان دهنده اینه که بازار و فعالین بازار دچار یک سردرگمی محض هستند در این بازار و دولت سعی میکنه بازار آزاد رو به سمت ارز تک نرخی ببره. نشانه هاش را ما میبینیم. خبرگزاری دولتی و خبرگزاری نزدیک به سپاه که تا پیش از این منع میشدن و هیچ وقت دلار قیمت بازار آزاد رو اعلام نمی‌کردن، امروز رسما دلار بالای 40,000 تومان رو به رسمیت شناختن و نرخ دادن. این نشون دهنده رویکرد جدید دولت. در اون بحث افزایش سهمیه دلار به 5,000 دلار رو ما داشتیم. اولا که آمدن یک اطلاعیه پشت در صرافی‌ها چسباندن مبنی بر اینکه خریداران دلار از دریافت یارانه حذف میشن. این یک مقدار میخوان کنترل کنن اون بحث خرید و فروش کارت ملی در بازار ارز رو. از اون ور خب تا دیروز و امروز که اعلام شده، مراجعین برای دریافت 5,000 یورو سهمیه هم دست خالی برگشتن و هنوز صرافی اعلام میکنن که ارزی در دسترس اونها قرار نگرفته. بخشنامه بانک مرکزی باز یک محدودیتی داره، یک تراز 30,000 یوروی بین خرید و فروش گذاشته شده که خود اون هم یک سدی هست برای تأمین و یعنی اون خرید و فروش ارز مایحتاج مردم. به طور کلی یک سردرگمی در بازار حاکمه و اگر بخوایم پیش بینی از بازار نرخ دلار در آینده بکنیم، با توجه به پیش بینی که از نرخ تورم در بودجه سال آینده میشه و روندی که این روزها شاهدش هستیم و هنوز تأثیر این افزایش قیمت در تورم مواد غذایی لحاظ نشده، پیش بینی میشه که شاید بتواند دولت در یک محدوده 42,000 تومانی مدتی این رو نگه دارد. ولی مجددا فنر دلار در خواهد رفت و شاهد ثبت رکوردهای جدید و هیجان انگیزی در بازار ارز خواهیم بود. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.